میفرماد ما سلط الله علی ابن آدم الا من خافه ابن آدم. خدا هیچ کسی رو بر انسان مسلط نمی کنه مگر کسی رو که تو ازش بترسی. تو از چی میترسی؟ همونو برات مسلط میکنه. خدا بدش میاد، چرا از من نمیترسی؟ فقط منم که به ضرر نمیرسونم، فقط منم که به نفع تو هم، منم که تو رو آرامش میدم، منم که تو رو در آغوش خودم میگیرم، اما من نمیترسی، از کی داری میترسی؟ همونو بهش مسلط میکنه. از این روش های خدا دیدی دیگه، به هر کی امید داشته باشی خدا واگذارت میکنه به اون. آقا این پول داشت میخواست به من قرض بده، دلم دنبال اون بود، میگه خب برو بده واگذار به اون. بعد هم اون بر ملائکه رو میفرسته میگه این فلان فلان شده پولشو بگیرید ببینم دلشو، دل مردم رو به خودش بسته. هیچی میری و میگه آقا وام، میگه ندارم، به خدا یک شکستی به هم افتاده که همه چی خراب شده. برمیگه خدایا درها بسته شده، میگه حالا برو شاید یه در دیگه باز بکنی ببینی تو که این کاره ای، همه جایی برو دیگه. ملائکه دلشون میسوزه میگن بابا این بدبخت، خدا نگاهش بکن. نه دو دقیقه الان یه فکری به ذهنش میرسه، یه در نیمه باز هست ول میکنه میره، صبر کنید شما، الان به ذهنش نرسیده. خدایا بله اینا راستی برم به فلانی بگم؟ خدایا باشه الان من برمیگردم. رفت، برو حالا. طرف بهت گفت تو من بهت وام میدم، برگرد بگو خدا دست توه ها، اینا هیچ کارن، تشکر ازش بکن، ولی از خدا تشکر کن. ریشه ترس یکی قطع ارتباط با پروردگار عالمه، ریشه دوم ترس محبته، علاقه است. دنیا رو دوست داری، ترسو بار میای. تا وقتی که حب دنیا تو دلت هست، ترست هست. میخواید من روایتم براتون بخونم؟ یا هشام، امام صادق علیه السلام میفرماد من احب الدنیا ذهب خوف الاخره من قلبه. کسی دنیا رو دوست داشته باشه، خوف از آخرت از قلبش میره. پس خوف چی میمونه؟ خوف دنیا. هر چی رو دوست داشته باشی میترسی. دیدی زیاد داری میترسی، برگرد بگو من چی رو زیاد دوست دارم. حالا مثلا من اینو زیاد، مثلا آبرو تو دوست داری، از بی آبرویی میترسی. ببین بی خیال آبرو، آبرو دست خداست، نترس. نه آخه خیلی دوست دارم آبرو. نترس از آبروت، دست خداست، او حفظ میکنه آبرو تو رو. ما چیکار بکنیم برای از بین رفتن ترس؟ ترس خیلی زشته، یکی از زشترین نتایج محبت به دنیا و زخارف دنیا و انواع و اقسام محبتهای به دنیاست. اینا رو علاقه نداشته باش، شجاع میشی، شجاعتت میره بالا. توکل از اون طرف، پیوستن به خدا از اون طرف، اعتقاد به خدا از اون طرف، بریدن از دنیا و اینجور علاقه ها از یک طرف. این دنیایی که شما دوستش دارید اصلا لازم نیست دوستش داشته باشی. برای چی دوستش داری؟ این دنیا نوکر شماست، این دنیا حمار شماست، این دنیا غلام شماست. گر نستانی به ستم میدهن، میریزن پات. تو نیاز نداری به اون علاقه داشته باشی. نه حاج آقا اینجوری هم نیستا، مثل که خودت وضعت خیلی درسته، دنیا باید به دنبالش به زور به دست میاری. بنده خدا اشتباه به عرضت رسوندن عزیز من. خدا وقتی که تو و دنیا رو خلق کرد، در گوش دنیا یه حرفی زد، من اینجا پشت بلنگو بگم، فرمود دنیا هر کی افتاد دنبال تو ناز کن، بکش عقب، بذار دنبالت بیفته که بیفته که بیفته، میخوام ریختشو نبینم در خونه خودم. میفرماید خوف تو از خدا بالا ببر تا از چیز دیگه نترسی. تو بال من شغله خوف الله عن خوف الناس. خوش به حال کسی که خوف از خدا او رو مشغولش کرده از خوف از مردم. مردم بیان اونو بترسونن، میگه برو بابا حال نداری، مسخره، اومده منو بترسونه. من مشغول ترس دیگری هستم، جوجه اومده منو بترسونه. بله خب تو از خدا بترسی، دیگه کسی به چشمت نمیاد. من خوف الله آمنه الله سبحانه من کل شیء. هر کی از خدا بترسه، خدا او رو در امنیت قرار میده از هر چیزی. خدا شاهده کسی بخواد شما رو بترسونه، الکی بودن آن عامل ترسانده رو خدا بهت نشون میده. یه ببین ضعفش رو، ببین نقطه ضعفش رو، ببین. اینجا مرکز مقاومت هست.